شهری که قرار بود واتیکان ایران شود شده شهر نو. ایران پرس نیوز، دهم ماه می سال 2014. محبت نیوز، مقاله تحت عنوان آیا طلبه ها بیش از دیگران صیغه می کنند توسط خبرگزاری آلمانی دویچه وله منتشر شده که به مقوله ازدواج موقت در ایران پرداخته است. در این مقاله آمده است در سالهای گذشته شخصی به نام شیخ حسین وافی تشکیلاتی شامل چند خانه افاف در شهر قم اداره می کرد که در آنها خدمات ازدواج موقت به طلبه ها ارائه می شد. در این خانه ها زنانی بودند که بنابه شرطی که بین فقیهان شیعه به نام عدم دخول نامیده می شود می توانستند در یک روز در چارچوب ازدواج موقت با چند مرد رابطه داشته باشند. یک روحانی که در شیراز تحصیل کرده میگوید در یکی از قدیمی ترین حوزه های علمی ایران که در گذشته دور نیز مرکز جهان اسلام بوده است به نام حوزه علمیه خان به دلیل نحوه مدیریتش در سالهای گذشته مسئله صیغه شدیداً رایج بوده است و طلبه های آنجا به این کار معروف بودند. این روحانی جوان میگوید که صیغه کردن در شهرهای قم و مشهد بسیار رایج است و حتی دفتر رسمی برای این کار وجود دارد و طلبه ها هم از این کار خیلی خوششان می آید و از همان اوایل دست به صیغه‌شان خوب است. وی می گوید وقتی به طلبه های این شهرها اعتراض می کرد به او می گفتند می خواهی حلال خدا را حرام کنی؟ به نظر این روحانی جوان قسم و طلاق هم حلال است اما مذموم. او میگوید صیغه حلالی است که فرد تا مجبور نشود نباید دست به آن بزند. او دلیل رواج این مسائل در قم را از این میداند که روش مدیریت در حوزه های این شهر غلط است و طلبه ها به قصد نمره و نه به قصد یادگیری درس می خوانند و به این دلیل می افتند توی این کارها. وی می گوید طلبه هایی که در قم و مشهد برای خدا درس می خوانند و نه برای مقام و پول در اکثریت نیستند. پیدا کردن زنان صیغه‌ای. گفته می شود زنانی که در ایران زنان صیغه‌ای خوانده می شوند در شهر قم در قبرستان شیخان و اطراف آن حضور چشمگیری دارند. حیات بزرگ مسجد امام حسن عسگری، صحن و اطراف حرم معصومه، خیابان ارم، گذر خان و اطراف مدرسه گلپایگانی دیگر جاهایی هستند که می توان زنان صیغه‌ای را پیدا کرد. این زنان در قالب دست فروش و گدا نیز حضور دارند. همچنین گفته می شود بعضی طلبه ها شماره تلفن های بعضی از این زنان را دارند که آن را در اختیار دوستان خود قرار می دهند یا گاهی خود واسطه آشنایی زنان صیغه‌ای و دوستانشان می شوند. حتی گفته می شود آرایشگاهی در شهر قم به مشتریان مطمئن خود شماره تلفن بعضی از این زنان را می دهد و خودش طلبه ها را با زنان صیغه‌ای آشنا می کند. برخی روحانیون نیز بابت انجام کار خیر و نجات جوانان از گناه ممکن است زنان صیغه‌ای را به طلبه های جوان معرفی کنند. شیرزادگان، ناگفته نماند که در فرهنگ
قبل از انقلاب اسلامی آقایان این گونه مسائل و اعمال با نام دیگری معروف بود و افراد دیگری به این کار دست می زدند. به امید آگاهی، آزادی و سربلندی و بازگشت به عظمت و شکوه گذشته خودمان ایرانیان، پاینده ایران و ایرانی.